محسن شکاری جوان 23 ساله ای که قوه غذایی میگه در خیابان ستارخان در غرب تهران سطل زباله آتش زده بود و به روی یک بسیجی چاقو کشیده بود سهرگاه پنج شنبه 17 آذر 1401 اعدام شد چند روز قبل از اعدام محسن شکاری 16 نفر از جمله چند کودک در یک پرونده مشترک و در ارتباط با کشته شدن یک بسیجی به نام روح الله عجمیان در مراسم چهلم حدیث نجفی محاکمه شدند از این 16 نفر 5 پنج نفر به اعدام محکوم شدند. در عمر 43 ساله جمهوری اسلامی این اولین بار نیست که دستگاه های امنیتی بابت کشته شدن نیروهای بسیجی و لباس شخصی از شهروندان معترض قربانی میگیرند. نوید افکاری کشتیگیر شیرازی و کارگر جوانی که در مرداد ماه 1397 به دلیل شرکت در اعتراضات شیراز به همراه دو برادرش بازداشت شده بود، توسط دادگاه انقلاب شیراز بابت اتهام محاربه و قتل حسن ترکمان به دو بار اعدام شد. سالو سال و 6 ماه حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شد. نوید افکاری تا لحظه آخر بر بیگناهی خودش تاکید کرد. در اعتراضات درویشی گنابادی در سی بهمن 1396 که بعدا به اعتراضات گلستان هفتم مشهور شد، پلیس ابتدا اعلام کرد که سه مامور نیروی انتظامی توسط یکی از درویش با اتوبوس زیر گرفته شدند. بعد از اون هم اعلام شد که دو بسیجی هم در جریان درگیری های همان دوشنبه شب تا صبح سهشنبه کشته شدند. با این وجود هیچگاه هیچ کس در رابطه با اون دو بسیجی محاکمه نشد و فقط محمد سلاس باباجانی درویش گنابادی 50 ساله که از قضا شغلش راننده اتوبوس بود به اتهام قتل سه مامور نیروی انتظامی در دادگاه محاکمه و به سه بار اعدام محکوم شد سجاد شاه سنائی نام پاستاری بود که گفته شد مصطفی صالحی از معترضان دیماه 96 اون رو در نجف آباد اصفهان به ضرب گلوله کشته اگه در پرونده های مشابه قوه با به اعتراف متهم هرچند زیر شکنجه و در بازجویی استناد و اون رو محکوم کرد در مورد مصطفی صالحی حتی اعترافی هم در کار نبود ولی با این حال در میانه بحت و بیخبری در 15 مرداد 1399 در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد نوید حقیقت شناسنامه نام مامور اطلاعاتی دیگه بود که گفته شد در جریان دستگیری رسول انوری برادر بزرگتر ماجد انوری فعال عرب اهوازی حضور داشته قوه یک جمهوری اسلامی مدعی شده بود که ماجد در سال 1397 در اعتراض به دستگیری برادرش با ماموران درگیر شده و با سلاح به سمت نوید حقیقت شناس شلیک کرده و اون رو به قتل رسونده. سازمان حقوق بشر اهواز روز 17 خرداد 1401 اعلام کرد که ماجد انوری به همراه یک فعال عرب احوازی دیگه به نام قدیر ناصری اعدام شدن. اگرچه در عمر 43 ساله جمهوری اسلامی موارد اعدام به دلایل سیاسی کم نبوده ولی اعدام شهروندانی که تحت فشار شکنجه و آزار خانواده ها تن به اعتراف علیه خودشون دادن تا قتل آمرانه به معروف نیروهای بسیجی و اطلاعاتی و امنیتی رو گردن بگیرن در سالهای اخیر شدت بیشتری پیدا کرده هر بی که فعالان حقوق بشر میگن برای توجیه اعدام های فراقانونی و کم کردن فشارهای بین المللی روی نظام جمهوری اسلامی موثر بوده و به همین دلیل باید اعدام محسن شکاری بیش از پیش توسط جامعه جهانی جدی گرفته بشه